همکارم بیژن یقین رسانه اجتماعی را مرور کرده و اینجا در استیدیو با ما است. بیژن وقت بخیر در رسانه اجتماعی چی داریم؟ از خود بشنمیم. سلام طارق وقت بخیر. در فضای مجازی افغانستان یک ویدیو از خشونت بدنی در یکی از ادارای طالبان در کابل دست و دست میشه. میریم با هم میبینیم که این ویدیو در این ویدیو چی رخ داده و واکنش ها به این ویدیو و رفتار خشونت آمیز طالبان با مردم چی بوده. میبینیم. ویدیویی که از ریاست حسایه کابل زیر دار طالبان به دست ما رسیده است نشان میدهد که یک عضو مسلح این گروه یکی از مراجعان را لطو کرده و با خشونت بیرون انداخته است گفتم شاید این فرد به بینوبتی در این اداره اعتراض کرده بود این البته اولین مورد خشونت نیروهای طالبان علیه مردم نیست ویدیو را ببینید و سپس واکنش ها را مرور میکنیم زه هغه سره خبرې ملي تاسې له کار نو زه ما کازه دي زه د رخصت پرسیالۍ سره ما دې بیا زه اوس دمور څورم نه وینم استاد زال سره څنګه کیږي زه د شویږي زه اینا کائنا کائنا دایچا لا کې هه خیر خیر کاربران زیاده از دیدن این ویدیو متاثر شدند خیلی از آنها با فرد که مورد لاتوکوبز قرار گرفته با استفاده از شکلک های غمگین ابراز همدردی کردند یکی از کاربران امیدی به گروه حاکم ندارد او در اینجا نوشته از طالب که تا دیروز پل و پلچک و انسان را با انتاری میپراند چی میتوان انتظار داشت در ادامه کاربران زیادی از تجارب منفی خودشان در اداره های طالبان روایت کردند حمید و طور مثال نوشته خدا کار آدم را در این دفتر بند نکند او افزوده که خیلی تجربه بدی در آنجا داشته کاربر بعدی زبی افزوده است که وضعیت در اداره های دیگر نیز بهتر نیست او نوشته متاسفانه در اداره ها مشکلات خیلی زیاد است خصوصا در اداره های احسایه، معارف و پاسپورت مردم خیلی به تکلیف میشوند کاربر دیگر عدنان میگوید از این رفتارها حتی در دوره جمهوریت نیز وجود داشته او میپرسد پس از طالبان چه گلاه دارید حبیب هم در بحث ها شریک شده و نظر متفاوتی دارد او تقصیر را در سرباز نمی بیند و میگوید او تحت امر است و از طرف دیگر ازدهام زیاد وجود دارد حبیب نوشته مشکل را کسانی ساختند که پشت میز نشستند کار نمی کنند و برای مردم سرگردانی و هزاران مشکل ایجاد می کنند. همین طور از این کاربر میخوانیم که رفتار نیروهای طالبان را وحشت خونده. او میگوید یک ذره رفتار خوب نمیکنند تا مردم دلگرم وطن شوند و اینقدر آواره در کشورهای دیگر نشوند و در اخیر از مسافر میخوانیم که از عملکرد فرستنده این ویدیو تقدیر کرده مسافر نوشته در هر جای همینطور حامی یکدیگر باشید فیلم بگیرید و اجازه ندهید کس شما را با قنداغ تفنگ بزند اگر شما میخواهید دیگران را از موضوعی باخبر سازید پس ویدیو ها و پیام های صوتی تان را به شماره 0044736000 به ما بفرستید افغانستان انٹرنشنال خانه برای صدای شما است ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید میرویم و ادامه اخبار را با خودت مرور میکنیم تشکر بجان